درود بر شما و خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه از انتخابات پارلمانی بریتانیا خواهیم گفت. نگاهی داریم به انتقادها از دادگاه فرخنده در افغانستان. گزارشی هم داریم از تجمع اعتراضی معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران و مروری هم داریم به سفر جان کری به عربستان سعودی. با ما همراه باشید. از چندین هفته مبارزات سنگین و فشرده انتخاباتی در بریتانیا، مردم این کشور روز پنجشنبه 17 اردیبهشت برای شرکت در انتخابات سراسری پارلمان به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز تکلیف یکی از تنگاتنگ‌ترین رقابت‌های انتخاباتی این کشور را روشن کنند. بنابر نتایج اولیه انتخابات عمومی بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر فعلی این کشور به مدت 5 سال دیگر در این مقام خواهد ماند. به نظر می رسد که حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون به تنهایی و بدون نیاز به ائتلاف بتواند دولت تشکیل دهد. آقای کامرون گفته است نخست وزیر تمام مردم بریتانیا خواهد بود و برای اتحاد این کشور تلاش می‌کند. اد میلیبند رهبر حزب اصلی مخالف حزب کارگر ضمن تشکر از افرادی که در مبارزات انتخاباتی او را همراهی کردند، شخصا مسئولیت شکست در انتخابات را پذیرفت و نتایج را ناامید کننده و دشوار خواند. آقای میلیبند گفت حزب او نتوانسته در انگلستان موفقیت‌هایی به دست بیاورد و در اسکاتلند نیز قربانی رشد ملی‌گرایی شده است. لیبرال دموکرات ها که طی 5 سال اخیر شریک دولت ائتلافی بریتانیا بودند، شبی سخت داشتند و بسیاری از کرسی های مهم خود را از دست دادند. لیبرال دموکرات ها که در انتخابات گذشته موفق شدند با کسب 1 پیروزی تاریخی نقش کلیدی در دولت ائتلافی بازی کنند، این بار بیش از 47 کرسی نمایندگی را از دست دادند. نیک کلگ رهبر این حزب یکی از معدود کسانی بود که توانست تا در شفیل هم برنده باشد، اما شکست حزب مطبوعش آنقدر تاثیرگذار بود که کلگ در سخنانش اشاره به استعفا از مقام رهبری حزب کرد. وی گفت امروز بر ما روشن است که لیبرال دموکرات ها در این انتخابات تنبیه شدند. انتخابات چالش های زیاد کشورمان را روشن‌تر کرده است. مشکلات زیادی برای ما به وجود آورده است. ما باید در ماه های آینده راهی برای برون رفت از این چالش ها بیابیم. حزب ملی‌گرای اسکاتلند که طرفدار جدایی از بریتانیا است، با کسب 56 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در مجلس عوام بریتانیا به 1 پیروزی تاریخی دست یافته است. این حزب توانست 40 کرسی کارگر و 10 کرسی لیبرال دموکرات را به خود اختصاص داد. نیکولا استورژن رهبر حزب ملی اسکاتلند برنده غیر منتظره انتخابات سراسری بریتانیا در اسکاتلند میگوید آرای بالا و به دست آمده حزب مطبوعش را در مخالفت علیه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. نیکولا استورژن میگوید نتایج انتخابات نشان میدهد که اکثریتی قدرتمند در مقابل دولت دیوید کامرون قرار گرفته است. یوکیپ حزب استقلال بریتانیا با وجود کسب بیش از 12% آرا در کل بریتانیا تنها 1 کرسی به دست آورده است. نایجل فاراج بعد از شکست در سخنانی خواهان تغییر و تحول اساسی در سیستم انتخاباتی بریتانیا شد. رهبر حزب سبز هم این خواسته را مطرح کرده است. در انتخابات روز پنجشنبه 7 می هزاران نامزد برای 650 کرسی پارلمان بریتانیا با یکدیگر رقابت کردند. هفته گذشته دادگاه کابل حکم 30 تن از متهمین پرونده فرخنده را صادر کرد. حکمی که خانواده فرخنده آن را ساختگی خواندند، عفو بین الملل حکم را ناعادلانه دانست و فعالان حقوق بشر نیز خواستار محاکمه عاملان اصلی و اجرای عدالت شدند. اصل فرخنده خشم مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سراسر جهان را به همراه داشت و باعث اعتراض‌های گسترده نسبت به خشونت علیه زنان در افغانستان شد.
دادگاهی در کابل روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه پس از گذشت نزدیک به 50 روز 4 مرد را به جرم قتل فرخنده زن 27 ساله افغان به اعدام محکوم کرد. 8 نفر دیگر به 16 سال زندان محکوم و 18 نفر دیگر نیز از اتهام خود تبرئه شدند. در واکنش به این حکم خانواده فرخنده دادگاه را ساختگی خواندند. عفو بین الملل آن را ناعادلانه دانست و فعالان حقوق بشر نیز خواستار محاکمه عاملان اصلی و اجرای عدالت هستند. همین دادگاه حکم 19 پلیس افغان را هم به اتهام غفلت از انجام وظیفه روز یکشنبه آینده اعلام خواهد کرد. صفی الله مجددی رئیس دادگاه کابل گفت حکم دادگاه نهایی نیست و مجرمین حق استیناف طلبی و فرجام خواهی دارند. فرخنده روز 28 اسفند ماه در شهر کابل به دست عده زیادی مرد که او را به آتش زدن قرآن متهم کرده بودند تا حد مرگ کتک خورد و سپس به آتش کشیده شد. کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده بعداً اعلام کرد که اتهام سوزاندن قرآن واقعیت نداشته و وی با یکی از دعانویسان مشکل داشته است. خانواده فرخنده در اعتراض به حکم دادگاه اعلام کردند دادگاه به شکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فریب مردم دایر گردیده است. پدر فرخنده از دولت افغانستان خواست مجرمین اصلی دستگیر شوند و جلسات دادگاه دوباره برگزار گردد. کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده هم حکم آزادی 18 متهم این قضیه را غیر عادلانه خواند. فعالان حقوق بشر افغان به خبرگزاری ها گفتند ستن از متهمین اصلی به نام های پهلوان، پادشاه و محمد حسن در دادگاه حضور نداشتند. قاضی دادگاه دستور دستگیری این مجرمین اصلی را صادر کرده است. زهرا نادری عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این باره گفته صدور حکم نهایی در مورد متهمین پرونده قتل فرخنده باید به دقت صورت گیرد. در غیر این صورت باور مردم نسبت به نهادهای قضایی از بین می رود و احتمال تکرار چنین حوادثی بیشتر خواهد شد. وی افزوده همه نگاه ها به حکمی است که قرار است روز یکشنبه هفته آینده درباره مسئولین پلیس صادر شود. قوه قضاییه باید با قاطعیت برخورد کند. ما در 3 دهه گذشته عدالت را در این سرزمین گم کردیم و حالا می خواهیم قوه قضاییه عدالتی را اجرا کند که مردم به آن باور داشته باشند. خانم نادری تاکید کرده ما می خواهیم در کشورمان حاکمیت قانون پیاده شود. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل هم ضمن فجیح دانستن مرگ فرخنده حکم دادگاه کابل در مورد متهمان را ناعادلانه توصیف می کند. دیوید گریفیس معاون بخش آسیا و اقیانوسیه عفو بین الملل می گوید مجازات اعدام پاسخی برای خشونت گسترده علیه زنان در افغانستان نیست. در واقع این خود نقض حقوق بشر به حساب می آید و حکمی که صادر شده عادلانه نیست. معاون بخش آسیا و اقیانوسیه عفو بین الملل تاکید می کند اگر در این قضیه فرخنده چیز مثبتی دیده می شود همان رشد اعتراض همگانی در تمام سطوح جامعه افغانستان در محکومیت خشونت علیه زنان است. این یک واقعیت است که همه روز تعداد زیادی از زنان افغانستان قربانی خشونت می شوند. ما مقامات افغانستان را سریعا دعوت می کنیم که با بنیادها و گروه های اجتماعی همکاری کرده ریشه این نوع حوادث را نشانه بگیرند و حل آن را در رأس برنامه خود قرار دهند تا جامعه به طور تدریجی مطمئن شود که شرایط برای زنان در حال بهبودی و پیشرفت است. وحید الدین ارغوان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم میگوید من از حکم اولیه خوشنود نیستم و امیدوارم در مراحل بعدی محاکمه حکمی عادلانه صادر شود. محاکمه هنوز ادامه دارد و مقصرین اصلی هنوز محاکمه نشدند. مسئولین پلیس که غفلت کردند باید در دادگاه محاکمه شوند. بنیادها و نهادهای حقوق بشری افغانستان فعال هستند و مدارک و اسناد در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب هم موجودند. عضو کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان تاکید می‌کند تحقق و اجرای عدالت در افغانستان بدون اجرای حکم اعدام بسیار مشکل به نظر می‌رسد، اما مردم افغانستان امیدوارند دولت و نهادهای قضایی عدالت به معنی واقعی آن را اجرا کنند. روزهای یکشنبه و پنجشنبه هفته گذشته هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت خواندند تجمع کردند. معترضان میگویند به رغم اعتراضهای گسترده معلمان در هفته گذشته دولت و مجلس اقدام موثری برای افزایش بودجه آموزش و پرورش و حقوق دستمزدشان انجام نداده است.
هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران صبح امروز پنج شنبه در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خوانند تجمع سکوت برگزار کردند. معلمان ناراضی امروز در شهرهای سنندج، همدان، بندرعباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، عراق، شهر کرد، دهدشت و کوهدشت تجمع کردند. تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار می شود، اما معلمان ناراضی در استانهای تهران و البرز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. شمار حاضرین در تجمع مقابل مجلس به 3000 نفر می رسد. خبرنگار ایلنا حضور مأموران نیروی انتظامی در این تجمع را پرشمار گزارش کرده است. از سوی خبر می رسد روز گذشته یک نهاد نظارتی شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کرده است و تنها به این شرط به آنها اجازه داده شب به خانه بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری امروز شرکت نمی کنند. این در حالی است که رئیس جمهور سه روز پیش در تاریخ 14 اردیبهشت در آیین بزرگداشت مقام معلم گفته بود معلمان ممکن است مشکلات معیشتی داشته باشند و تلاش دولت به عنوان شاگردان آنان این است که در حد توان کمک کند. البته ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت می شناسیم. من نسبت به معلمین نیز حق اعتراض را به رسمیت می شناسیم. ما مشکلات آنان را می دانیم و البته آنان نیز مشکلات ما را می دانند. در بیشتر پلاکارد هایی که معلمان در تجمعات امروز حمل می کنند، مطالباتی نظیر بهبود وضعیت معیشتی، آزادی معلمان زندانی و استعفای وزیر آموزش و پرورش دیده می شود. همچنین در پارچه نوشته هایی که معلمان حمل می کنند شعارهایی به چشم می خورد، از جمله خط فقر 3 میلیون، حقوق ما 1 میلیون، فقر را شاید تحمل کنیم ولی فرق را هرگز، آزادی معلمان زندانی، بداغی، باقری و هاشمی، وزیر بیلیاقت، استعفا، استعفا، معلم فریاد می زند، رسانه سانسور می کند، معلمین از فرق می نالند نه از فقر، دغدغه معلم معیشت است، فریاد سکوت برای رفع تبعیض و معلم بیدار است از تبعیض بیزار است. تجمعات امروز سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می رود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار می شود. معلمان معترض علاوه بر تجمع سراسری امروز دوبار دیگر در اسفند سال گذشته و فروردین ماه سال جاری در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند. پس از تجمعات اعتراضی فروردین ماه، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران بازداشت شد. در روزهای اخیر مقام‌های دولتی سعی کردند با دادن وعده‌هایی از تجمع اعتراضی معلمان جلوگیری کنند. یک روز پس از پایان ماموریت ناوهای آمریکایی برای همراهی کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، سازمان بنادر و دریانوردی ایران خبر داد که با اخذ تعهد از شرکت مرسک در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه این کشتی آزاد شده است. کشتی باربری مرسک تیگرز تحت اجاره شرکت مرسک که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود، روز 8 اردیبهشت توسط شناورهای گشت‌زنی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد. صبح امروز یک منبع آگاه در سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرد که کشتی مرسک لحظاتی پیش آزاد شد. این منبع آگاه در گفتگو با ایرنا اعلام کرد که در مورد جزئیات آزادی این کشتی تا ساعتی دیگر بیانیه‌ای از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی صادر می شود. روز گذشته سازمان بنادر ایران گفته بود که حکم قضایی کشتی مرسک صادر شده و این کشتی به مزایده گذاشته خواهد شد. کشتی دانمارکی مرسک که با پرچم جزایر مارشال در تردد بود، از 9 روز پیش به حالت توقیف در بندرعباس به سر می برد. این خبر در حالی منتشر شده است که شب گذشته آمریکا اعلام کرد که به همراهی کشتی‌ها در تنگه هرمز پایان داده است. ناوهای ایالات متحده به مأموریت همراهی کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند پایان داد.
مأموریتی که از هفته پیش و در پی توقیف کشتی متعلق به شرکت مرسک از سوی نیروهای ایرانی آغاز شده بود. وزارت دفاع آمریکا خبر پایان مأموریت آن کشور را 16 اردیبهشت ماه اعلام کرده است. به گفته سرهنگ استیو بارن، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا این تصمیم در پی چند روز همراهی کشتی‌های تجاری آمریکایی و بریتانیایی بدون آنکه اتفاقی رخ دهد گرفته شده است. او در این حال تأکید کرده است که کشتی‌های رزمی آن کشور همچنان در آب‌های منطقه باقی مانده، به مأموریت خود در راستای امنیت کشتیرانی و دریانوردی ادامه می‌دهند. سرهنگ بارن می‌گوید تهدید مستقیمی علیه حمل و نقل تجاری در تنگه هرمز رصد نشده بود، اما آمریکا کشتی‌های جنگی خود را به همراهی کشتی‌های تجاری فرستاد، چرا که مطمئن نبودیم در آینده چه چیزی ممکن است رخ دهد. همزمان با این تحولات، سفارت ایران در دانمارک از ملاقات میان مالکان دانمارکی کشتی مرسک و شاکیان ایرانی خبر داده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک در بیانیه ای اعلام کرده بود روند قضایی این پرونده در سالهای گذشته طی شده و طرفهای دعوا نیز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و مدارک خود را ارائه دادند و حتی نسبت به تصمیم‌های اولیه دادگاه تقاضای فرجام خواهی کرده بودند. در این بیانیه تأکید شده است در سال جاری میلادی حکم نهایی دادگاه شامل محکومیت به پرداخت غرامت علیه شرکت کشتیرانی مرسک شیپینگ لاین صادر شد. بر اساس این بیانیه به طور طبیعی این کشتی پس از تسویه حساب دیون و بدهی‌ها توسط شرکت کشتیرانی مرسک اجازه خواهد داشت مسیر خود را از آبهای ایران به طرف مقصد نهایی ادامه دهد. سفارت ایران در دانمارک تأکید کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی تماس بین مالکان کشتی و شاکیان پرونده برای حل و فصل موضوع برقرار شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات ارشد عربستان سعودی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به ریاض رفت. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا محور گفتگوهای آقای کری با مقامات سعودی را مسائل امنیتی مرتبط با خاورمیانه عنوان کرده است. منابع خبری گزارش دادند واشنگتن در تلاش است تا در عملیات نظامی عربستان در یمن وقفه بشردوستانه به منظور ارسال کمک‌های اولیه مانند غذا، سوخت و دیگر نیازهای فوری مردم یمن را پیشنهاد کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در آغاز سفری 2 روزه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه شب با محمد بن نایف ولیعهد عربستان دیدار کرد و امروز پنجشنبه قرار است با ملک سلمان پادشاه این کشور گفتگو کند. دیدار دیشب نخستین ملاقات کادر رهبری جدید عربستان سعودی با مقام‌های آمریکایی است. آقای کری قرار است با مقام‌های سعودی از جمله در مورد شرایط و امکان ایجاد وقفه انسانی در حملات هوایی علیه حوثی‌ها برای کمک رسانی به مردم یمن گفتگو کند. شرایط در یمن طی هفته‌های گذشته رو به وخامت بیشتری گذاشته است و 22 سازمان امدادی هشدار دادند که کمک رسانی های آنها ممکن است به زودی به دلیل کمبود سوخت کاملا متوقف شود. جان کری پیش از سفر خود گفته بود ما درباره امکان وقفه در حملات هوایی و چگونگی آن بحث خواهیم کرد و به شدت نگران شرایط انسانی در یمن هستیم. در حال حاضر بحرانی که حل آن ضروری است بحران انسانی است. گفتگوهای وزیران خارجه دو کشور نیز بیش از هر چیز بر یمن، ایران، سوریه و نشست پیشروی شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا متمرکز است. خبرگزاری فرانسه میگوید وزیر خارجه دولت یمن که در عربستان است به خبرنگاران گفته امیدوار است دیداری با جان کری داشته باشد. نمایندگی یمن در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار عملیاتی زمینی برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌ها شد. این نمایندگی در این حال از سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر خواسته است تا آنچه خشونت‌های وحشیانه از طرف شورشیان نامیده را ضبط و منتشر کنند.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و به نقل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از 26 ماه مارس و آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، دست کم 646 غیر نظامی کشته و حداقل 300 هزار نفر نیز مجبور به ترک محل سکونت خود شدند. نماینده یمن در سازمان ملل توضیح نداده است منظور از استقرار نیروی زمینی چه نیرویی است. پرتاب موشک از سوی شورشیان به شهر مرزی نجران در عربستان نیز برای دومین روز ادامه داشته که به گفته مقام‌های آن کشور 4 قربانی غیر نظامی داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ساکنان شهر عدن گفتند که درگیری میان شبه نظامیان حوثی و هواداران منصور هادی همچنان در جریان است. آقای هادی ماه پیش از عدن به عربستان رفت. همزمان با دیدار جان کری از عربستان سعودی، منابع آمریکایی تأیید کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در صدد است که برای دفاع موشکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سیستم دفاع ضد موشکی را در این منطقه توسعه داده و این کشورها را تحت چتر حفاظت سیستم دفاعی ضد موشک‌های بالستیک قرار دهد. به گزارش رویترز، این ضرورت در جلسه ماه سپتامبر سال گذشته میلادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن جلسه چالش‌های امنیتی طرفین به ویژه خطر موشک‌های بالستیک مورد تأکید قرار گرفتند. برای مقابله با این چالش امنیتی تصمیم گرفته شد که سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی در خلیج فارس استقرار یابد. این اظهارات آمریکا زمانی انتشار می‌یابد که منطقه در سایه مسابقه تسلیحاتی قرار گرفته است و هفته آینده سران کشورهای خلیج فارس به دعوت آمریکا با رئیس جمهوری این کشور در کمپ دیوید گرد هم می‌آیند تا روی کلیه چالش‌های امنیتی منطقه خلیج فارس و آمریکا به بحث و تبادل نظر بپردازند. در همین حال در تهران، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه امروز گفت ما به آمریکا هشدار می‌دهیم که جمهوری اسلامی برای جنگ‌های طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی قدرت سازی کرده است. آقای سلامی در گفتگویی با بخش خبر تلویزیون ایران گفته است دوران به کار بردن قدرت نظامی پایان یافته و آمریکا نباید پیروزی‌های گذشته خود بر ارتش‌های پوسیده که شبیه مانور بدون دشمن و شوی نظامی بود را با درگیری با ایران عزیز و اسلامی مقایسه کرده و دچار خطا در محاسبه و اشتباه در برآورد شوند. جانشین فرماندهی کل سپاه همچنین گفت توصیه ما به تیم هسته‌ای این است که اگر آمریکا دوباره با ادبیات ارعاب، تهدید و تحقیر در مذاکرات به دنبال برتری طلبی سیاسی بود، میدان مذاکرات را ترک کنند. و افزود آنها این قضیه را به ما بسپارند تا در فضای تهدید با آنها تعیین تکلیف کنیم و کار را ادامه دهیم. سخنان آقای سلامی در حالی ابراز شده است که یک روز پیش از آن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله شدید نسبت به آنکه تهدیدهای نظامی آمریکا خواند گفت که ایران حاضر به ادامه مذاکرات در زیر شبح تهدید نیست. اما فیلم قصه ها به کارگردانی رخشان بنی اعتماد سرانجام روز چهارشنبه در تعداد محدودی از سینماهای ایران به روی پرده رفت. این فیلم در 32 جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد که با واکنش تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکنون از نمایش عمومی آن جلوگیری شده بود. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران با انتقاد از نمایش قصه ها آن را نشانه ناکارآمدی وزارت ارشاد در دوره علی جنتی دانست. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است در شماره امروز خود به دادن اجازه اکران به فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد اعتراض کرده است. بعد از گذشت بیش از 1 سال ممنوعیت، اکران فیلم قصه ها ساخته خانم بنی اعتماد از صبح دیروز در گروه سینمایی قدس که زیر نظر وزارت ارشاد است اکران شد. علی سرتیپی مدیر مؤسسه فیلمبرداران گفت ما از سال گذشته آمادگی کامل برای اکران این فیلم داشتیم و بارها
آقای جنتی و آقای ایوبی گفته بودند که فیلم مشکلی برای اکران ندارد. در مورد سانسور و حذف بخش‌هایی از فیلم نیز او توضیح داد: تا آنجا که من مطلع هستم هیچ تغییر و حذفی در فیلم اعمال نشده است. آقای سرتیپی در پاسخ به این پرسش که فکر نمی‌کنید ممکن است این فیلم نیز همچون خانه پدری پس از چند اکران کوتاه از سینما برداشته شود، گفت: خیر، زیرا شرایط قصه ها با خانه پدری قدری متفاوت است. این فیلم از ابتدا مورد تایید وزارت ارشاد و رئیس سازمان سینمایی بوده و مشکل خاصی در رابطه با اکران آن وجود نداشته است. آقای سرتیپی همچنین گفته: در حال مذاکره با حوزه هنری هستیم تا بتوانیم فیلم را در سینماهای حوزه نیز به نمایش بگذاریم. سینمای حوزه هنری از اکران فیلم‌هایی که در مورد اکران آن با وزارت ارشاد اختلاف دارد خودداری می‌کند. گروهی از سینماهای ایران که پس از انقلاب مصادره شدند زیر نظر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند. قصه ها تا کنون برنده بهترین فیلم نامه و نامزد شیر طلایی جشنواره ونیز 2014، برنده جایزه بزرگ هیئت داوران و نامزد بهترین کارگردانی جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک 2014 و همچنین نامزد بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین چهره پردازی در 32 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 92 بوده است. روزنامه جوان در مطلبی با عنوان جنتی کم آورد نوشته: حوزه هنری مانند سالهای گذشته که در مقابل فیلمهای ضد نظام و ضد اخلاق موضع‌گیری کرده بود، این بار نیز سینمای خود را در اختیار این فیلم قرار نداده است. روزنامه جوان همچنین نوشته است: قصه ها در گروه آزاد اکران شده و میتواند تابو شکنی از سوی وزارت ارشاد برای عادی شدن اکران فیلم هایی باشد که به دلیل محتوای نامناسب در توقیف به سر میبرند. در خبر دیگر درباره مسئله ممنوعیت اکران در سینمای ایران گفته شده است که اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما تصمیم دارند برای حل پاره ای از مشکلات و رفع برخی نگرانی ها جلسه ای اضطراری با رئیس سازمان سینمایی برگزار کنند. همایون اسدیان، سخنگوی شورای مرکزی کانون کارگردانان، در این زمینه به خبرنگار سینمایی ایسنا گفته است: جلسه شورای مرکزی کانون برگزار شد و از آنجا که طی چند وقت اخیر تماس‌هایی از سوی دیگر کارگردانان داشتیم که نگرانی‌هایشان را درباره پاره‌ای از موارد اعلام کرده بودند، تصمیم گرفتیم برای طرح این نگرانی‌ها دیداری اضطراری با آقای ایوبی داشته باشیم. این کارگردان سینما درباره نگرانی‌های مطرح شده از سوی دیگر کارگردانان توضیح داده: این نگرانی‌ها عموماً به وضعیت فعلی سینما در عرصه اکران فیلم‌ها، بی‌ثباتی به وجود آمده در شورای پروانه نمایش، نگرانی از شرایط تولید و پروانه ساخت و ترس از اعمال ممیزی‌های بیشتر، وضعیت اکران سینماها و حتی تغییر ناگهانی دبیر جشنواره فجر که برای همه سوال برانگیز بود را شامل می‌شود. آقای اسدیان گفته: مجموعه این مسائل نشانگر وضعیت نامتعادل سینماست و به همین دلیل شورای مرکزی تصمیم گرفت طی چند روز آینده دیداری اضطراری با آقای ایوبی برگزار و مسائل را به شکلی مبسوط ارائه کند. کارگردان فیلم‌های بوسیدن روی ماه و طلا و مس خاطر نشان کرد: امیدواریم در این جلسه به نتیجه برسیم، اما اگر چنین نشد ریز مطالب را از طریق نشستی مطبوعاتی اعلام خواهیم کرد. ماموران دادستانی جمهوری اسلامی صبح روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به منزل نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، او را بازداشت کردند. خانم محمدی در ابتدا حاضر نشده است در منزل خود را به روی ماموران باز کند، اما پس از یه حکم که با تهدید به شکستن در منزل همراه بود، سرانجام ماموران وارد منزل شدند. در زمان بازداشت، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، نیز در منزل نرگس محمدی حضور داشت. فعالان مدنی در ایران به بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق زنان، اعتراض کردند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران دادستانی جمهوری اسلامی صبح روز سه‌شنبه با مراجعه به منزل نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، او را بازداشت کردند. بنابر گزارش سایت کلمه، نرگس محمدی در ابتدا حاضر نشده است در منزل خود را به روی
مأموران باز کند، اما پس از ارائه حکم که با تهدید به شکستن در منزل همراه بود، سرانجام مأموران وارد منزل شدند. بر اساس این گزارش، در زمان بازداشت، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز در منزل نرگس محمدی حضور داشته است. در همین حال وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داد که محمد نوریزاد، هنرمند منتقد حکومت ایران، پس از بازداشت نرگس محمدی به همراه گوهر عشقی در حال حرکت به سمت زندان اوین برای تحصن در مقابل این زندان است. بازداشت خانم محمدی در حالی است که قرار بود دادگاه او روز یک شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شود، اما بنا به درخواست وکلای خانم محمدی برای خواندن پرونده این جلسه به تعویق افتاد. نرگس محمدی پیش از این در گفتگو با رسانه ها از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام به عنوان اتهام های خود نام برده و آنها را بی اساس خوانده بود. لگام مخفف لغو گام به گام اعدام است و توسط تعدادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی مخالف اعدام در ایران تشکیل شده است. خانم محمدی همچنین گفته بود که پرونده جدیدش پس از ملاقات او با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تشکیل شده است. کاترین اشتون در سفر خود به ایران در روز 17 اسفند ماه 92 به مناسبت روز جهانی زن با شماری از فعالان حقوق زنان در ایران از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در ساختمان سفارت اتریش در تهران دیدار کرد. نرگس محمدی در سالهای گذشته چندین بار احضار و بازجویی شده است. وی سال 90 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا به 11 سال حبس متهم شده بود که این حکم اسفند ماه همان سال به 6 سال حبس کاهش یافت. خانم محمدی سال 91 برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین و سپس به زندان زنجان منتقل شد، اما به دلیل بیماری در مرداد ماه 91 با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. در پایان برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که از آخرین تحولات این کشور و منطقه میگوید. گزارش هفتگی رویدادهای منطقه رو ابتدا با ترکیه آغاز میکنم. آغاز رقابت‌های انتخابات پارلمانی در ترکیه کم و بیش با حملات لفظی احزاب به یکدیگر همراه بوده. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب کردی HDP، وعده داده اگر حزبش در انتخابات پیروز بشه، وزارت دیانت ترکیه رو منحل خواهد کرد. همینطور او در توصیف میدان تقسیم استانبول گفته که این میدان برای ما اهمیتش مانند اورشلیم برای یهودی هستش. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برآشفته از این سخنان در واکنش به دمیرتاش و خطاب به مردم کشورش گفت که اگر اینها ذره‌ای به اسلام معتقد بودند، شهر قدس رو به یهودیان نسبت نمی‌دادند. او دمیرتاش و پیکاکا رو به داشتن افکار زرتشتی متهم کرد و گفت که پیکاکا در کوههای قندیل به نیروهای خودش دین زرتشتی رو آموزش میده. حملات تند رهبران این دو حزب هم در واقع ناشی از یک واقعیت آماری دیگه هم هستش. نظرسنجی ها میگن که حزب کردی HDP این ماها بالغ بر 5% رشد آرا داشته و این 5% میتونه موقعیت حزب عدالت و توسعه رو تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار بده. اما در سوریه اساساً تحولات جدیدی در حال رخ دادن هستش. ارتش اسد مناطق مختلفی رو طی هفته‌های اخیر از دست داده، تا جایی که اسد این هفته به طور آشکار به برخی از این شکست‌ها اعتراف کرد. از آن سو تحقیق و بررسی پیرامون استفاده از گاز کلور علیه غیر نظامیان در سوریه بعد تازه گرفته. این موضوع هم از سوی سازمان ملل متحد و هم امریکا در حال بررسی استش. در واقع سازمان ملل متحد به دنبال این هست که چه کسی، دولت یا مخالفان، از گاز کلور استفاده کرده. تحلیلگران میگن قدر مسلم این تنها دولت هست که هلیکوپتر نظامی در اختیار داره، اما مجامع جهانی هنوز مدرک روشنی در این باره در دست ندارن. آن سوتر خالد خوجه، رئیس بزرگترین ائتلاف مخالف بشار اسد،
در سفر به امریکا و دیدار با مقامات امریکایی مجددا درخواست ایجاد منطقه حائل در سوریه رو مطرح کرد. اما در عراق مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به امریکا رفته. طرح اخیر برخی سناتورهای امریکایی برای کمک نظامی به پیشمرگه‌ها خشم مقامات عراقی رو در روزهای اخیر به همراه داشته. با این همه جان کری در دیدارش با بارزانی جدای از تاکید بر روابط با کردها بر تمامیت ارضی عراق هم تاکید کرد. و نهایتاً یمن آوردگاه جدید جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه. تلاش‌ها برای آتش بس امیدوار کننده است، هرچند شکننده. در سفر جان کری به عربستان طرح آتش بس 5 روزه مورد توافق است، اگر به گفته عربستان حوثی‌ها از آتش بس سوء استفاده نکنند. با این همه باید گفت که هفته های پیش رو شاید تا حدود زیادی برای یمن سرنوشت ساز میتونه باشه. امریکا میزبان مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواهد بود و عربستان کنفرانس صلح یمن رو در ریاض برگزار خواهد کرد. اگرچه حوثی ها و جمهوری اسلامی گفتن در کنفرانس ریاض شرکت نمی کنن و این کنفرانس باید در یک کشور بی‌طرف باشه. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر که با شما خواهم بود، خدا نگهدار.